سلام دوباره دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و این جلسه 15 درسای کوتاه هفتگی من هست در سایت مای کلیسا تحت عنوان تاثیرگذاری بدون مقام و جایگاه. اگر با من تو این درس ها هستید در طول هفته های گذشته، میدونید که دارم از کتابی استفاده میکنم که تیترش هست How to lead when you're not in charge، چطوری رهبری کنی وقتی که تو رئیس نیستی. در هر شرایطی که الان ما هستیم، چه در محیط کاریمون، در اون کمپانیمون، در شغلمون، چه در محیط کلیسا و خدمتی که داریم انجام میدیم، بستگی نداره که لقب ما چیه، مقام ما چیه، چه آیا ما رئیس هستیم یا نیستیم. ما میتونیم تاثیرگذار باشیم، ما میتونیم در اون حیطه‌ای که الان خدا ما رو گذاشته نقش مثبتی رو در به وجود آوردن تغییر و تحولات مثبت در بهبود شرایط، نقش مثبتی رو از خودمون نشون بدیم. توی این جلسه، تو این هفته میخوام صحبتم از جلسه گذشته ادامه بدم. تو فصلی از این کتاب هستیم که تیترش هست Challenge Up یا Challenging Authority. منظور چیه؟ منظور اینه که ما خیلی وقتا، چه در کلیسا چه در محیط کاری، افرادی داریم که رئیس ما هستن، شبان ما هستن، کسایی که ما بهشون جوابگو هستیم. و خیلی وقتا ما وقتی ایده جدیدی داریم، میخوایم یک تغییر و تحولاتی به وجود بیاریم، میخوایم که نظر خودمون رو ارائه بدیم برای عوض کردن اون خدمت یا اون محیط، باید با رؤسامون این ایده ها رو در میون بذاریم، باید نظر اونا رو جلب بکنیم، تایید اونا رو قبول بکنیم. نمیخوایم که آشوب بپا کنیم، نمیخوایم که انقلاب را بندازیم توی کمپانیمون یا کلیسامون. پس اینی که چطوری با حکمت، چطوری با یک روش درست، چطوری اقدام بکنیم برای اصلاح کردن سنت کلیسایی یا روش‌های گذشته سازمان یا کمپانی. پس این رو داریم با هم دیگه، موضوع رو با هم ادامه میدیم. نویسنده خودش مثال جالبی میاره از یک رستوران در آمریکا و چطوری مدیر اون رستوران تغییر و تحولات خیلی مهمی رو به وجود آورد و چطوری مدیر اون رستوران با رؤسای کمپانی چطوری برخورد کرد، از چه اصولی استفاده کرد و چقدر اون اصول رو ما هم امروزه میتونیم به کار ببریم، چه در محیط کاری چه در خدمت کلیسایی. پس میخوایم این صحبت رو ادامه بدیم که این قسمتی از زندگی ماست که خیلی وقتا ما نظرایی داریم که رؤسای ما اون نظرها رو شاید نداشته باشن، اون ایده ها رو نداشته باشن. حالا چطوری اون نظرها رو مطرح کنیم، چطوری اون اصلاحات رو به وجود بیاریم بدون اینکه کسی بخواد دلخوری به وجود بیاد یا مقاومت های خیلی سرسختانه با نظرات ما نشون بدن از خودشون، رهبرای ما. چند تا نکته رو نویسنده خیلی سریع و جالب مطرح میکنه، من میخونم و اینو توضیح میدم. Great leaders challenge up with the best motives. رهبران خوب به چالش میکشن اون سازمان رو، اون سیستم رو، با بهترین انگیزه ها. اینجا دوباره مسئله انگیزه خیلی مهمه که اون نظری که برای تغییر و تحول ما میخوایم بدیم، اون پیشنهاداتی که برای اصلاح کردن میخوایم مطرح بکنیم، آیا میخوایم خودمون رو نشون بدیم، میخوایم که خودمون رو جلو بندازیم، میخوایم دیگران رو کنف کنیم، میخوایم یه طوری برخورد کنیم که من میدونم هیچ کسی دیگه نمیدونه، یا برای یک انگیزهی که انگیزه درستی هست. انگیزه درست چیه؟ من میخوام خدمت ما توی این کلیسا به روش بهتری ارائه بشه، من میخوام محصول ما تو این کمپانی به روش بهتری تولید بشه، خدمت ما در این انجمن، در این سازمان به روش بهتری ارائه بشه. پس انگیزه برکت تیمه، بلند کردن کلیساست، بنا کردن اون کمپانی هستش. پس انگیزه نیست که خودتو جلو بندازی، انگیزه اینه که اون تیم رو برکت بدی و بلند کنی، خدمت رو، شرایط رو بهتر بکنی. با این انگیزه یک رهبر رؤسای خودش رو یه مقداری به چالش میکشه. نکته بعدی، Great leaders are keenly aware of what the boss is most interested in. تو به عنوان کسی که میخوای تغییر و تحولات به وجود بیاری، باید بدونی که رؤسای تو چه علاقه هایی دارن، چه اهدافی دارن، براشون چه ارزش هایی مهمه. اون شبان تو، خادمین کلیسای تو، رویاشون چیه؟ آیا اون پیشنهاداتی که تو داری مطرح میکنی در راستای اهداف سازمانت یا کلیسات هست؟ یا اصلا تو داری یه ساز مخالف میزنی؟
آیا تو داری این موضوع رو انتقال میدی که هدف بلند کردن تیم، بلند کردن کلیساست و من ارزش‌ها و اهداف رهبران یا مؤسسین این سازمان رو میدونم و این پیشنهادی که دارم ارائه میدم، این تغییر و تحولاتی که دارم به وجود میارم در راستای همین مسیر هستش. نویسنده اشاره میکنه، حالا بذار نکته بعدی رو بگم. نکته بعدی: Great leaders know what is core and what is peripheral. اون رهبرانی که میخوان تغییر و تحول به وجود بیارن باید بدونن که ارزش‌های بنیادی اون سازمان چیه، اون حیطه‌های بنیادی اون سازمان چیه و اون جزئیاتی که خارج از تعریف و چارچوب اون سازمان هست. حالا بذار یه مثال بیارم. مثالی که نویسنده خودش تو این کتاب تو این فصل مطرح میکنه، یه کمپانیه که ساندویچ‌های مرغ میفروشه، خیلی هم تو آمریکا مشهوره، به نام چیک فیل‌ای. و مدیر یکی از این رستوران‌های چیک فیل‌ای خب ساندویچ مرغ میفروشه و ولی بستنی هم میدادن، بستنی و نمیدونم کوکی و از این حرفا هم به عنوان دسر توی منیوشون ارائه میدادن. یکی از مدیران این کمپانی، مدیران یکی از این رستوران‌های این فرانچایز، پیشنهاد کرد، خواستش که میلک شیک هم ارائه بده برای مشتری ها به عنوان دسر. و میدونست که میلک شیک، این کمپانی قبلا میلک شیک ارائه نمیداد، ولی این شخص گفت ما که بستنی داریم درست میکنیم به مردم بدیم، پس کاری نداره که یه قدم اضافه برداریم و یک دسر جدید به مشتریامون ارائه بدیم. و اون میلک شیک رو مطرح کرد و خیلی هم کارش گرفت، خیلی هم مورد تایید رؤسای اون سازمان قرار گرفت. ولی نویسنده میگه که اون رئیس اون رستوران میدونست که توی کمپانی مرغ فروشی نمیتونست پیشنهاد بده که حالا بیا همبرگر هم بفروشیم، نه، محصول ساندویچ مرغه. ولی خب ساندویچ مرغ با بستنی به عنوان دسر، حالا به بستنی میتونیم میلک شیک هم اضافه بکنیم. این هم در راستای ارائه دادن سرویس به مشتریه و هم توی اون چارچوب و تعریف و حیطه رستوران میگنجه. پس این تناقض و تضادی با اهداف و ارزش‌های اصلی این رستوران ما نداره، ارائه دادن میلک شیک. پس توی این اصل رو میتونیم تو خیلی از کمپانی‌ها و کلیساها استفاده بکنیم که اون پیشنهادی که ما داریم میدیم آیا بالاخره در چارچوب اصلی تعریف اون کلیسا، تعریف اون دیپارتمنت خدمت ما یا سازمان ما میگنجه یا یه چیزی اصلا کاملا پرت و بی ربطه به اون چارچوبی که ما برای خودمون به عنوان اهداف کلیسا یا سازمانمون تعیین کردیم. نکته بعدی: Great leaders challenge up quietly, but they are not silent. میگه رهبران خوب، رهبران حکیم، حالا من دارم تفسیری میکنم، شلوغ بازی در نمیارن، هیاهو را نمیندازن، ساکت به قول معروف پشت پرده با اشخاص کلیدی ایده هاشون رو اول در میون میذارن، خبر رو اول به همه نمیدن، میدونن که اون رهبرای کلیدی که باید تصمیم بگیرن کیان و حکیمانه خصوصی یک به یک باشون میره صحبت میکنه، سعی میکنه که نظر اونا رو به اون ایده‌ای که داره جلب بکنه. نمیاد که اون ایدهشو اول همه جا جار بزنه، به همه بگه و شلوغ بکنه جوو، بلکه پشت پرده ساکت حکیمانه قدم به قدم میره جلو و میدونه که در چه وقتی به چه کسی باید ایدهش رو مطرح کنه. این پس نکاتی بود که اینجا نویسنده مطرح میکنه که راه مطرح کردن ایده و طرح جدید برای بهبود شرایط چه تو کلیسا چه توی یک کمپانی، ما باید یه اصولی رو اینجا بشناسیم، آشنا باشیم باش و بر طبق این اصول عمل کنیم. بعد خیلی جالب میگه که ما توی تغییر و تحول و صحبت کردن مثل آجره، میتونیم با این آجورا یه پل درست کنیم، پل ارتباطی، یا میتونیم با کلماتمون مثل آجور یه دیوار بسازیم، یه مانع بسازیم که اصلا گوش شنوا بسته بشه. رهبر کلیسا، خادمین کلیسا اصلا نخوان بشنون ایده ما رو، رئیس کمپانی اصلا نخواد به ما گوش بده، چون طرز برخوردمون، طرز صحبت کردنمون خیلی وقتا به جای اینکه یه پل ارتباطی بسازه، یه پل گفتگو بسازه، یه دیوار ساخته و گوشها بسته میشه به شنیدن نظر جدید، انتقادات سازنده، اصلاح سنت ها و سیستم.
حالا اینجا در آخر این فصل نویسنده میگه که یه کارایی رو باید مطمئن باشی تو طرز برخورد انجام ندی، یه حرفایی رو نباید بزنی. مثلا چی؟ مثلا دائم کلیسای خودت رو، اون دیپارتمنت خودت رو، سازمان خودت رو مقایسه بکنی با کلیساهای دیگه، کمپانیهای دیگه، سازمانهای دیگه. ببین اون کلیساها چقدر خوب کار میکنن، ببین ما چقدر ضعیف کار میکنیم، ببین اونا چقدر وبسایتشون عالیه، وبسایت ما ضعیفه، ببین اونا چقدر بهترن، ما چقدر خرابیم، چقدر عقبیم. مقایسه کردنهای اینطوری خیلی وقتا رهبر اون سازمان یا کلیسا خیلی دیوار دفاعی به خودش میگیره، گوش شنواش بسته میشه، چون مقایسه کردن، نویسنده جمله داره میگه مثل اینی که به همسر خودت رو مقایسه کنی با دوست دخترایی که گذشته داشتی. هیچ وقت این نوع مقایسه ها مفید عذاب در نمیاد. پس این که مقایسه کردن رو بذار کنار. مقایسه کردن یه حالت انگار که داری اون رئیس تو، کمپانی تو، کلیسا تو پایین میاری، تحقیر میکنی. پس مقایسه رو بذار کنار. یا اینکه خیلی محکم و قاطعانه بگی که آقا همه این کارا اشتباه است، همه این برخوردها اشتباه است، اصلا این جواب نمیده، اصلا این کارا همش اشتباه است. یعنی به جای اینکه آدم با یه سوالی مثلا بگی که آقا روش بشارت کلیسای ما شاید بتونیم بهترین رو انجام بدیم، روش درسای کانون شادی رو آیا امکان داره که یک کمکی بتونیم بهبود بدیم به این وضع، به جای اینکه بگیم اصلا کانون شادی ما اصلا جواب نمیده، بشارت ما اصلا همش الکی. به این انتقادات تند و مطلقاً رد کردن یک کار در برای خدمت در کلیسا و سازمان دوباره دیوار دفاعی رو بالا میاره. ما میتونیم حکیمانه تر یه حالت پیشنهادی با یه علامت سوال، با یه انگیزه بنا کردن نه سرکوب زدن موضوعی رو مطرح کنیم. یا اینکه اصلا تمام مشکلات رو بندازی تقصیر رهبرای سازمانت یا کلیسات، که آقا هر مشکلی که داریم به خاطر شما هست، شماها بلد نیستید کار انجام بدید، شماها لیاقت ندارید، شماها نمیدونید، شماها شکست خوردید. و توهین کردن و مقصر دونستن رهبرای اون سازمان یا کلیسا دوباره اونم یک انتقادیه که گوشها رو میبنده. و در آخر اگر انتقادت رو هم با یه آلتیماتوم بخوای مطرح کنی که اگر شرایط عوض نشه من دیگه میرم، من استعفا میدم، من کاری نمیکنم، پس یا باید به حرف من گوش بدید یا من تهدید میکنم و از اینجا میرم. این نوع برخوردها از مقایسه کردن و انگار که داریم با یه چکش تو سر طرف میزنیم، مقایسه کردن های بی خود، کوبوندن و رد کردن کلی یک خدمت و یک نوع کار و سنت گذشته، مقصر دونستن رهبران فعلی یا تهدید کردن که من از اینجا میرم، اینا برخوردهایی که حکیمانه نیست، اینا برخوردهایی که پل ارتباطی به وجود نمیاره با رؤسای اون سازمانت، بلکه دیوارهای دفاعی رو بالا میبره. پس نیاز داریم که هم یاد بگیریم با حکمت و شهامت که چطوری بتونیم قدم به قدم وسیله‌ای باشیم در دستهای خدا برای اصلاح شرایط، برای بهبود بخشیدن به کلیسامون یا به شغل و اون کمپانی که الان توش هستیم. مرسی که تو این هفته با من بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.